آقای اطوان، بعضی از کشورهای عربی نگران بودند که آمریکا از منطقه خارج بشه. این حرفای آقای بایدن تا چه اندازه نگرانی آن دسته از کشورها رو برطرف میکنه؟ من معتقدم آقای بایدن رفت به عربستان سعودی برای شرکت در این اجلاس اعراب که 4 هدف داشت. یکی این که اون روابط استراتژیکش رو با عربستان که تولید کننده اصلی نفت در دنیاست بیشتر کنه و به نوعی یک ناتوی عربی رو ایجاد بکنه برای مقابله با ایران در آینده. فکر میکنم خیلی دستاوردهاش کم بود از نظر من. خیلی از کشورهای عربی رد کردن درخواست او رو برای پیوستن به ناتوی عربی، برای اینکه میدونن که آمریکا قابل اعتماد نیست. اونها در افغانستان و در عراق شکست خوردن. به نظر شما این دید و بازدیدهای مقامهای آمریکایی و اسرائیلی و عربستان سعودی تا چه اندازه عرصه رو برای ایران تنگ میکنه؟ من معتقدم که ایران از دیدگاه بسیاری از کشورهای عربی، اونها دست بالا رو دارن، اونها سیستم موشکی خودشون رو دارن و همینطور متحدان نظامی خودشون 5 کشور فکر می‌کنم هستن، ولی خیلی از کشورهای عربی الان میخوان روابطشون رو با ایران دوباره بهتر بکنن. مصر داره همین کار رو انجام میده، همینطور اردن گفته که میخواد یک صفحه جدیدی در روابطش با ایران آغاز بکنه. ما میدونیم که بین ایران و قطر روابط خیلی محکمی هست و همینطور بین مسقط و ایران. بنابراین اونطوری که خیلی مردم میبینن در دنیای عرب و همینطور در کشورهای حاشیه خلیج فارس، خیلی از این کشورها نمیخوان وارد یک نوع درگیری با ایران بشن. اونها میدونن که ایران نفوذ داره، میدونن که اونها در زمینه پهپاد و در زمینه پیشرفت‌های موشکی قوی هستن. حتی امارات متحده سفیر خودش رو به ایران برگردوند، عربستان سعودی گفته ما میخوایم صحبت بکنیم. بنابراین اون شرایطی که به نظر میرسه اونها، ایرانی ها، اونقدری که اونطوری که غربی ها فکر میکنند منزوی نشدن در حال